آمار راست، آمار دروغ. در جوامع دموکراتیک آمار ساده ترین و شفاف ترین معیار برای سنجش وضعیت هر مسئله و کلن هر پدیده است. از مسائل اقتصادی گرفته تا معضلات اجتماعی و از موضوعهای علمی گرفته تا کیفیت محصولات هنری و ادبی. از مسائل کشاورزی گرفته تا وضعیت صنعت و تجارت و غیره. در جوامع بسته و حاکمیت‌های ضد دموکراتیک هم البته آمار ساده ترین و شفاف ترین معیار است، اما با قید یک تبصره و آن اینکه اینجا دیگر آمار وسیله‌ای برای تبلیغات سیاسی و فریب افکار عمومی است و نه بیان و مقایسه واقعیت‌ها. روزنامه حکومتی سیاست روز در مقاله‌ای این کارکرد دوگانه آمار در دیکتاتوری ولایت فقیه را به روشنی نشان داده و با اشاره به برخی آمارهای منتشر شده درون نظام تیتر زد که نشر اکاذیب برای به خیابان کشاندن مردم. این روزنامه وابسته به باند خامنه‌ای در مقاله‌اش توضیح داد اصرار برخی جریان‌های سیاسی خاص در بیان برخی آمارها از آن رو صورت می‌گیرد که طرح و برنامه‌هایی برای ایجاد فتنه اقتصادی روی میز این جریان وجود دارد. روزنامه مزبور سپس در اثبات ادعایش می‌گوید نرخ واقعی بیکاری در ایران 30% نیست، بلکه 12% است. گسترش گرسنگی در ایران دروغ است و ایران امروز جزء سیرترین کشورهای جهان به شمار می رود. فقر مطلق نداریم، اگر هم داشته باشیم کمتر از 0.3% است. افزایش بیکاری دروغ است. اینکه برخی می گویند چند دهه عقب افتادیم دروغ است. کم شدن مصرف گوشت قرمز به علت فقر دروغ است. قدرت مردم برای خرید گوشت نسبت به 20 سال قبل بیشتر هم شده است. ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه در برخی شاخص‌های اقتصادی از آمریکا و چین هم جلوتر است و در بسیاری از شاخص‌های کارآمدی نسبت به بسیاری کشورهای جهان نمره مطلوب تری دارد. افزایش سرقت به علت گسترش فقر دروغ است و علت افزایش سرقت گران شدن موبایل و زیاد شدن نقدینگی موجود در دست مردم است. از مقاله این روزنامه حکومتی باید نتیجه گرفت که در ایران آخوندزده فعلی نه بیکاری داریم، نه فقر و نه گرسنگی و نه سرقت و نه هیچ مشکل دیگر. وضع مردم هم از آمریکا و چین و بسیاری کشورهای دیگر بهتر است و اگر اشکالی وجود داشته باشد به گران شدن برخی اقلام مانند موبایل برمیگردد و افزایش پول موجود در جیب مردم که نمیدانند با آن چه کار کنند. این روزنامه حکومتی در پایان با اشاره به سیاه نمایی های فوق هشدار داده که سوگمندانه باید گفت عده‌ای منتظر درو کردن محصول این سیاه نمایی ها از کف خیابان ها هستند و بعد هم اضافه کرده آن عده درباره اغتشاشات دیماه 96 منظورش قیام دیماه است که بر اثر همین دروغ ها شکل گرفت نیز گفتند که این اغتشاشات پیش لرزه یک رخداد بزرگتر است. فارغ از تمامی آمارها و سفیدسازی‌های این روزنامه باید به آخرین جمله مقاله‌اش درود فرستاد که تنها حرف درستی است که نوشته. پیش لرزه یک رخداد بزرگ. این آن چیزی است که تمامی باندهای تشکیل دهنده رژیم از وقوع آن وحشت داشته و برای جلوگیری از آن هر کدام ساز خود را می‌زنند. در حالی که مردم با همه طبقات و اصناف گوناگون اجتماعی اکنون سال هاست که فقط یک ساز را کوک می‌کنند. ساز سرنگونی.